سال 1373 دومین دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در میانه راه بود که حلقه پیروان او ایده جدیدی مطرح کردند. البته نه چندان جدید. ایده یک رئیس جمهور مادام العمر قبلا در بسیاری از کشورهای دیکتاتوری تجربه شده بود. حالا هم عده از دوستداران هاشمی به دنبال همین پروژه بودند. در جریان این پروژه کسانی نظیر مرتضی الویری، حسن روحانی، عطاالله مهاجرانی، عبدالله نوری، غلام حسین کرباچی، محسن کدیور و موسوی خائنیا خواستار آن شدند که قانون اساسی در مورد هاشمی رفسنجانی استثناء قائل شده و او بتواند مادام العمر رئیس جمهور ایران باشد. اولین کسی که در این باره صحبت کرد مهاجرانی، معاون حقوقی و پارلمانی هاشمی بود که در مصاحبه با روزنامه انگلیسی زبان ایران نیوز گفته بود قانون اساسی مانع از امکان حضور مستمر شخصیت‌های مثل هاشمی شده است و این مانع قانونی باید رفع شود. مسئله به تدریج به مجلس کشیده شد، اما در انتخابات مجلس پنجم طیف حامی این طرح بیش از 90 نفر نتوانستند راهی مجلس کنند. با این وجود فشار سیاسی این جریان همچنان پررنگ بود. در 29 شهریور 1375 روزنامه سلام نوشت که تعدادی از نمایندگان در صدد تهیه توماری در حمایت از هاشمی رفسنجانی و تمدید دوره او هستند. حسن روحانی در 29 شهریور 1375 در زادگاه شهر سرخه سخنرانی کرد و گفت قانون اساسی نوکر نظام است و ارزش قانون اساسی آرای مردم است. انسان‌های استثنایی و شایسته در قالب قانون نمی‌گنجند. با مخالفت مقام معظم رهبری و برخی از چهره‌های سرشناس این طرح سرانجام به کنار رفت. حالا و در سال 1388 برخی حتی حاضر نبودند دوره دوم ریاست جمهوری رئیس جمهوری را ببینند که تفکری مخالف آنان داشت. خارج از دید اتفاقات بزرگی در جریان بود. روز اول نوروز 1388 در حرم رضوی رهبر انقلاب ضمن توصیه به عدالت و کاهش فاصله طبقاتی و مسائل دیگری که در زمینه اقتصاد مطرح کردند به یکی از حرف و حدیث‌هایی که این اواخر در جامعه مطرح شده بود نیز اشاره کردند. بعضیا از حالا شروع کردم در انتخاباتی که دو سه ماه دیگه انجام خواهد گرفت از حالا شروع کردن خدشه کردن. این چه منطقی است؟ این چه فکری است؟ این چه انصافی است؟ این همه انتخابات در طول این 30 سال در حدود 30 انتخابات انجام گرفته است. مسئولان وقت در هر دوره‌ای رسما متعهد شدند و تضمین کردند صحت انتخابات را و صحیح بود از انتخابات. چرا بی خود خدشه می کنند؟ مردم رو متزلزل می کنند، تردید ایجاد می کنند. اما نامی که رهبر انقلاب برای آن سال انتخاب کردند یک نام اقتصادی بود. سال رو سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف می دانم و امیدوارم که تاکید رهبری روی کم کردن تنش‌های سیاسی و تمرکز روی اقتصاد و سبک زندگی بود. در نوروز آن سال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پیام تبریک خود به ملت ایران از آنان خواست تا با کنار گذاشتن ترور و اسلحه به جایگاه خود در جامعه جهانی برسند. But rather through peaceful actions that demonstrate the true greatness of the Iranian people and civilization. سلام بچه‌ها. سلام سلام سلام. نوروز آن سال شبکه دو برنامه پرطرفدار کلاه قرمزی را پخش می‌کرد. پسر عمه‌زاد پسر عمه‌زاد سفر به همین چیزاش روز بهانی جان. کاپیتان ببخشید
این دود و جرقه و اینا برای کابین خطرناک نیست. شبکه 3 هم سریال مرد 2000 چهره را پخش میکرد، اما پخش سریال یوسف پیامبر از شبکه اول موجب برداشت‌های سیاسی شده بود. چرا موجب حراس مردم میشوید؟ ما خادم مردمیم، نه ولی نعمت و سرور آنها. مخالفان رئیس جمهور رفتارهای حضرت یوسف یا شخصیت یوزارسیف در فیلم را در واقع تبلیغ احمدی نژاد می دیدند. در سینما هم درباره علی به فیلم مورد علاقه هواداران موسوی و اخراجی های دو به فیلم مورد علاقه هواداران احمدی نژاد بدل شده بود، بدون اینکه در عمل هیچ ربطی به سیاست داشته باشند. اما 8 فروردین احمدی نژاد هیچ برنامه نداشت به جز رفتن به ورزشگاه آزادی و تماشای بازی ایران و عربستان. بازی در مرحله مقدماتی جام جهانی بود. از این لحظه بازی آغاز میشه و بازیکنان با اولین حرکت رو انجام میدن که ثمری نداره. مثلا اینکه رئیس جمهور محبوب اون رو هم میبینید در ورزشگاه. اما شکست ایران با نتیجه 2-1 به نفع عربستان چیزی نبود که احمدی نژاد یا فوتبال دوستان را راضی کند. عبدو عاطف میفرسته روی دروازه، فرصت تیم عربستان توی دروازه، چقدر راحت دروازه ایران باز. فدراسیون فوتبال علی دایی سرمربی وقت را کنار گذاشت و به محمد مایلی کهن زنگ زد. به روایت خود مایلی کهن او دوشنبه 17 فروردین ساعت 10 شب مربی تیم ملی شد و 1 بعد سر از برنامه 90 درآورد. زمانی که بچه‌ها مونتاژ می‌کردن این مسابقه آقای محمد مایلکاریشون فقط اون موقع سرمربی تیم سایپا بودن. می‌دونید که امشب ساعت 10 خورده شب ایشون به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون منصوب شده. آقای مایلکا خیلی خیلی ببخشید بعد موقع ما مزاحمتشون وقت استراحتتون گرفتیم. اما 90 اون شب جنجالی شد. اما من می‌خوام از شما بپرسم که دنتریجی که مایلکان در اون سال گرفت بد بوده یا خوب بوده؟ در طول تاریخ فوتبال ایران هم خوب بوده هم بد؟ نه نه در مجموع بودیم صحبت در مجموع. من راستشو بگم؟ راستشو بگیم چرا مگه قرار دروغ بگیم ما اینجا؟ من خیلی خوشبینانه بخوام بگم متوسط خوشبینانه بخوام بگم غیر حقیقت گفتم. آقا شما ببینین صحبت بکنی نمیذارین من جواب بدم. شما ببینین منم نقد شما نقد من منصفانه با هم صحبت میکنیم. منصفانه من دوم عزه بفرمایید بنده 2 تو پیکان بودم. من پیکان رو به هر حال ببینید نه به هر حال نداریم که آخه از شما داری به گذشته رجوع میکنی میگه از خوب نبوده. من مثلا بنده عزه بفرمایید شما فوتسال تیم ملی فوتسال با من 4 دنیا آه. شده شما این همه فوتسال نشون دادی اصلا منو نشون ندادی. نتیجه اما چندان به نفع مایلی کهن نبود. اواخر فروردین او هم به سرعت برکنار شد یا به قول فدراسیون استعفا داد. در دنیای سیاست اما وضعیت حتی پیچیده تر بود. بهار 1388 که از راه رسیده بود هرچند ظاهرا همه چیز آرام بود اما نخبگان در ذیل تحرکات سیاسی آشکار لایه‌های پنهانی و نگران کننده می‌دیدند. رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی خود از کسانی صحبت کردند که نسبت به سلامت انتخابات تشکیک می‌کنند. اما با وجود این صحبت‌ها روز 6 فروردین جلسه مشترک بین نمایندگان موسوی و کروبی تشکیل شد. هدف تشکیل کمیته‌ای برای صیانت از آرا بود. در امروز صبح از طرف آقای کروبی و ما ارائه شد. قرار شد علی اکبر محتشمی پور به عنوان رئیس کمیته صیانت از آرا انتخاب شود. محتشمی پور در دهه 60 بیشتر در زمینه لبنان فعال بود. از 1360 سفیر ایران در سوریه بود و در تأسیس حزب الله لبنان مشارکت کرد. در کابینه میرحسین موسوی وزیر کشور بود و در پایان 8 دفاع مقدس وقتی آمریکا در جریان جنگ کویت به صدام حمله کرد جز موافقین کمک به صدام و جنگ با آمریکا بود. مخالفت رهبری باعث شد ایران وارد چنین جنگی نشود. وی سالها دبیرکل کنفرانس بین المللی حمایت از قدس و حمایت از حقوق مردم فلسطین، رئیس مجمع سازمانهای غیر دولتی فعالان حامی آزادی قدس، نایب رئیس هیئت امنای مؤسسه القدس الدولیه و خلاصه از فعالان حقوق فلسطین بود. و
برای همین میان مردم ایران جایگاه قابل احترامی داشت. او حتی یک بار در یک بمبگذاری توسط عوامل اسرائیل دچار جراحت شده بود. و تقلبات به گونه ای باشد که یک نامزد رو ببره بالا و نامزد بالا رو بیاره پایین. حالا و در آستانه انتخابات، ستاد موسوی و کروبی قصد داشتند با اعتباری که محتشمی پور داشت او را پیشانی کمیته صیانت از آرا کنند. واضح بود که اتفاقاتی در حال رخ دادن است. کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در 22 فروردین 88 اعلام کرده بود که تشکیل کمیته صیانت از آرا غیر قانونی است. مرکز گروه های سیاسی بحث صیانت از آرا رو دارن مطرح میکنن و بر این باورن که باید کمیته های صیانت از آرا تشکیل بشه. خواستم بدونم شورای نگهبان نظرش در مورد این کمیته اصلا نیازی هست به تشکیل چنین کمیته؟ اولا که هر نهاد جدیدی بخواد ایجاد بشه نیازمند قانونه، بنابراین تشکیل و ایجاد چنین کمیته هایی که خلاف قانون و مقررات هست. ثانیا شورای نگهبان هم در طول 30 سال گذشته نشان داده است که کاملا بی‌طرف بوده است و این رو بارها هم در اظهارات مقامات رسمی بیان شده است و هم اسناد و مدارکی که ما داریم در رابطه با انتخابات، اینکه انتخابات سالمی برگزار شده است در همه ادوار، شکایت هایی که افراد داشتن، شکایت ها در جای خودش مورد بررسی قرار گرفته است و رسیدگی شد. ما کشوری بودیم که سالی یه بار توش حداقل یه انتخابات برگزار شده و مردم نتیجه آرای خودشون رو دیدن. 23 فروردین کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور هم تاکید کرد تشکیل کمیته صیانت از آرای مردم وجه قانونی ندارد و این نوع حرفا با منافع عمومی و مصالح ملی سازگاری ندارد. اما 26 فروردین میرحسین موسوی در خوزستان اظهار کرد که مردم از اجرای انتخابات نگران هستند و نیاز به تضمین برای صیانت آرا دارند. سایت بی بی سی فارسی نیز در مقاله‌ای به قلم جمشید برزگر از سردبیران رادیوی بی بی سی به شورای نگهبان حمله کرد و شورای نگهبان را جانبدار و البته غیر پاسخگو دانست. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. هفتم اردیبهشت کدخدایی باز هم تاکید کرد که کمیته صیانت از آرا غیر قانونی است. بی بی سی فارسی بحث درباره کمیته صیانت از آرا را با عباس عبدی عضو ستاد انتخاباتی کروبی و علیرضا بهشتی عضو شورای راهبردی ستاد انتخاباتی موسوی در میان گذاشت. عباس عبدی بچه محله نازی آباد تهران از دانشجویانی بود که در سال 1358 با عنوان دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر سفارت آمریکا نقش داشتند و سپس به عنوان نیروی اطلاعات نخست وزیری فعالیت میکرد. با تشکیل وزارت اطلاعات عبدی از فعالیت‌های اطلاعاتی خارج شد و به معاونت سیاسی دادستان کل کشور رفت که زیر نظر موسوی خوینی‌ها بود. بعد از رحلت امام همراه خوینی‌ها به مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و سپس به روزنامه سلام رفت. در سال 1372 توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد و دادگاه در اول دی 1372 او را به تحمل یک سال زندان و 40 ضرب شلاق محکوم کرد. گفته می شد که او به جرم انتقاد از دولت هاشمی به زندان رفته و همچنین گفته شده که علت این حکم یک سفر خارجی و ملاقات‌های با شخصیت‌های خارجی ناشناس بوده است. در دوران اصلاحات سردبیر روزنامه‌های اصلاح طلب بود و در 20 تیر ماه 1381 در سرمقاله‌ای در روزنامه نوروز طرح عبور از خاتمی و حرکت اصلاح طلبان به سمت روش‌های تندروانه‌تر را مطرح کرد و در همان سال به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 8 سال حبس محکوم شد. دادگاه تجدید نظر حکم را به 4.5 سال تقلیل داد و سرانجام در 1384 ظاهراً با این استدلال که آمریکا دولت متخاصم به معنای حقوقی کلمه نیست تبرئه شد. اما علیرضا بهشتی، فرزند شهید بهشتی، پیش از این ایام همیشه در حاشیه سیاست قرار داشت و بیشتر شخصیت دانشگاهی محسوب می شد. او کارشناسی ارشد و دکترای خود را در انگلستان گذراند و از حامیان جریان اصلاح طلبی بود.
او کتابی در باب لیبرالیسم ترجمه کرده و درباره تساهل و اندیشه سیاسی غرب نیز کتاب‌هایی تألیف کرده است. او سرانجام در قالب مشاور میرحسین موسوی در انتخابات 1388 عضو شورای راهبردی ستاد و پا به عرصه سیاست گذاشت و به حمایت از کمیته غیرقانونی صیانت از آرا پرداخت. هنگامی که کدخدایی کمیته صیانت از آرا را غیرقانونی اعلام کرد، عبدی در گفتگو با بی بی سی فارسی از اظهارات کدخدایی ابراز تعجب کرد و نظارت کمیته صیانت از آرا را نافی نظارت شورای نگهبان ندانست. علیرضا بهشتی هم تشکیل کمیته صیانت را نه خلاف قانون که در حمایت از قانون دانست و آن را برابر با امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد. کار به جای رسید که رهبر انقلاب نهم اردیبهشت طی سخنرانی در جمع معلمان، کارگران و پرستاران چنین پاسخ دادند: دشمن خدشه میکنه، از دشمن انتظاری هم جز دشمنی نیست. چه انتظاری هست؟ بی توقعی از دوستانه، بی توقعی از کسانی است که جزء این ملتن، واقعیات رو دارن میبینند، میبینند که این انتخابات چگونه سالم متقن انجام میگیرد. در این حال همون حرفی را که دشمن میزنه اینا هم میزنن. من انتظارم اینه، کسانی که با ملت ایرانند، جزء ملت ایرانند، توقع دارن ملت ایران به اونها توجه کنند، اینها دیگه علیه ملت ایران حرف نزنن، انتخابات ملت ایران رو زیر سوال نبرن. خب اگر آماده اید پس انشاءالله در انتخابات همه شرکت کنید. با این حال 13 اردیبهشت نامه‌ای به شورای نگهبان رسید. فرستندگان نامه مهدی کروبی و میرحسین موسوی بودند. این دو نفر از آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان می‌خواستند امکان صیانت از آرا را داشته باشند. این نامه بعد از برگزاری یک جلسه نوشته شد. جلسه‌ای پشت درهای بسته که درست معلوم نبود چه کسانی در آن شرکت داشتند. همچنان که موسوی و کروبی سعی می‌کردند شورای نگهبان را برای پذیرش مشروعیت کمیته صیانت از آرا تحت فشار قرار دهند، موضع رسمی شورای نگهبان این بود که نامزدها می‌توانند سر صندوق‌ها نماینده داشته باشند، اما چیزی به عنوان کمیته صیانت از آرا در خارج از حاکمیت وجه قانونی ندارد. نامزدان می‌توانند نمایندگان را بر سر صندوق‌ها داشته باشند. با این حال با تشکیل غیرقانونی کمیته صیانت از آرا برخوردی نشد. از روز پنجم اردیبهشت 1388 وقتی میرحسین موسوی به اولین سفر انتخاباتیش به مشهد رفته بود، طرح سازماندهی شده‌ای برای استفاده از رنگ سبز به عنوان نماد کمپین او آغاز شد. در آن روز اعلام شد از این به بعد اقلام پوششی سبز شامل مچمند، شال، تیشرت، کیف و غیره به عنوان نماد حمایت از موسوی انتخاب شده است. در تاریخ انتخابات ایران این اولین باری بود که یک کاندیدا یک رنگ خاص را به عنوان نماد انتخابی خود برمی‌گزید. انتخاب رنگ هرچند یک شگرد تبلیغاتی به نظر می‌رسید، اما برخی از ناظران امنیتی را دچار نگرانی کرد و به یاد مسائل دیگری افتادند که در سال‌های گذشته در کشورهای دیگر به نام انقلاب رنگی تکرار شده. وقتی از کمیته صیانت از آرا احساس نگرانی شد، دقیقاً به خاطر سابقه بد ادعاهایی بود که در فلسفه تشکیل چنین کمیته‌ای وجود داشت. فیلیپین یکی از نخستین کشورهایی بود که در آن انقلاب رنگی به وجود آمد. انقلابی به رنگ زرد که رنگ مخالفان رئیس جمهور مستقر وقت بود. It's all changing by the minute, but from our open line to the Philippines, here's what is happening now.
there is a mutiny, military and civilian, against President Marcos and his government. Angered by the rebellion, Marcos took to television, accusing them of plotting a coup d'etat. They were part of an aborted coup d'etat. An assassination plot against the president, the first lady. در این نخستین انقلاب رئیس جمهور فیلیپین در اردوی آمریکا بود و مخالفانش نیز هرچند با او مخالف بودند اما با دولت آمریکا مخالفتی نداشتند. For the sake of the Filipino people, I ask Mr. Marcos to step down now so that we can have a peaceful transition of government. Yet faced with the mounting pressure from Aquino, foreign powers, the church and now military rebellion, Marcos still seemed unyielding. I will not resign on the say-so of, those who criticize my administration. انقلاب فیلیپین، مشهور به انقلاب زرد، در سوم اسفند 1364 پیروز شد. The tanks returning to base, the people cheering them on with the slogans and victory signs of Aquino echoing behind. بعد از این نمونه اولیه همین الگو علیه حکومت‌هایی که آمریکا مایل به سرنگونیشان بود تکرار شد. دولت آمریکا برای سرنگون کردن حکومت کمونیست چکسلواکی انقلابی راه انداخت که با رنگ بنفش تعریف شد و به انقلاب مخملی شناخته می شد. Bowing to pressure from the growing pro-democracy demonstrations throughout the country, Communist Party boss Milos Jakic and all the other members of the Czech Communist Politburo resigned. It was perhaps only one battle in a non-violent war of liberation, but it was victory nonetheless, and they celebrated it. در سال 1382 در گرجستان الگوی انقلاب رنگی برای براندازی های پس از انتخابات تکرار شد. The president himself is conducting and leading this kind of falsification and rigging of the results. Now the point that he's saying that he's ready for dialogue does not show itself in practice. They are opening fire at peaceful demonstrators. They are refusing to acknowledge the results. وقتی در انتخابات سال 1382 ادعای تقلب مطرح شد، میخائیل ساکاشویلی هوادار غرب که رنگ صورتی کمرنگ موسوم به رنگ گل رز را به عنوان نماد خود تعیین کرده بود دست به شورش پس از انتخابات زد و سرانجام توانست حریف خود ادوارد شوارنادزه از وزرای سابق دوره شوروی را سرنگون کند. مخلص دا پریزیدنتی وار قانونی یری پریزیدنتی آرده او شوکی ماسون سازوگرده با گایخل چو سورات دا میری اماس مقاس دا پیریش پیرد دا میری ساموکالاکو اومی ریالوری سابت خیا هیلی ساکارتولو اون دادگز پخزه ویلا کارتولیو چون گوی دم شوی دوبا دم شوی دوبیز ارتادتی شیسات لبلی سا شانسی دا واریانتی آریسام تا او چونو ربن او پاسو خیز گبلو سا شیشی პრეზიდენტის და მთავრობის შეცვლა და ჩვენ ამას ყველანი ერთად მთელი საქართველო გავაკეთებ. ცით კონსტიტუციის მოთხოვნების შესაბამისად და ეს დირეთა დამოკიდებული პარლამენტზე რა თქმა უნდა ზონდელ პარლამენტზე.
در سال 1383 نیز نمونه مشابهی دقیقاً در اوکراین پیاده شد. Hundreds of thousands of pro-democracy Ukrainians in the streets today protested against the results of the presidential election, pitting their candidate, left-leaning challenger Viktor Yushchenko, against the pro-Moscow prime minister Viktor Yanukovych. باز هم نتایج انتخابات مورد اعتراض قرار گرفت و پس از شبهه تقلب انتخاباتی حامیان نامزد غرب‌گرا به خیابان آمدند. رنگ نارنجی رنگ انتخاباتی آنان بود که باعث شد پس از وارد کردن حریف به استعفا این انقلاب به انقلاب نارنجی شناخته شد. رنگ صورتی سیر یا رنگ گل لاله هم برای انقلاب مشابه دیگری در قرقیزستان و در سال 1384 به کار رفت. در انتخابات مجلس قرقیزستان وقتی حزب غربگرا رأی نیاورد انقلاب گل لاله آغاز شد. رنگ سبز درخت سدر هم در لبنان سال 1384 و پس از ترور مشکوک رفیق حریری از سوی هواداران غرب و مخالفان حزب الله به عنوان رنگ جنبش اعتراضی انتخاب شد. جنبش های غربگرا در کویت نیز کمپین حق رأی به زنان را در همان سال با رنگ آبی معرفی کردند. در بلاروس بعد از رأی 86% لوکاچنکو رئیس جمهور روسگرا، غربگرایان که رنگ آبی کمرنگ موسوم به رنگ جین را به عنوان رنگ خود برگزیده بود در اعتراض به تقلب به خیابان آمدند و انقلاب جینی را راه انداختند. سرید اپلیوشیخ سویچه ویچرنیخ ملی سال 1386 جنبش غربگرایان در میانمار نیز با رنگ زعفرانی به جنبش زعفرانی شناخته شد. سال 1388 نیز کمی پیش از انتخابات ایران یک جنبش انگوری رنگ در مولداوی صورت گرفت. اما همه این جنبش های رنگی در چهار گوشه جهان با تکنیک های مشابه اکثرا با ادعای تقلب انتخاباتی و همگی هم علیه دولت‌هایی که با آمریکا روابط خوبی نداشتند اتفاق می‌افتاد. Of all the financial titans and philanthropists of the 20th century, none are more complex or mysterious than George Soros. رسانه‌های غربی پشت بیشتر این انقلاب‌های رنگی فقط یک اسم را تکرار می‌کردند. جورج سوروس. Is George Soros a man who says, yes, you will be perfect and you will be perfect? Is he really a puppet master? And if he is, how does he control? How does he control? اسم جورج سوروس در این سالها از بس تکرار شده که مردم یاد توهم توته می افتند. سوروس شهروند آمریکا و متولد مجارستان بود. بنیادی به اسم جامعه باز داشت که هدف رسمیش تغییر رژیم‌های غیر غربی بود. بنیاد جامعه باز سال 1363 تأسیس شد و سالانه بیش از 800 میلیون دلار بودجه اعلام شده داشت. انقلاب‌های اوکراین، گرجستان و قرقیزستان آشکارا با حمایت بنیاد جامعه باز انجام شد. اما برای انگلیسی ها سوروس یادآور کابوس سال 1371. در آن سال اتحادیه اروپا برای ایجاد پول واحد یعنی یورو آماده می شد و یک سیستم مالی به اسم مکانیزم تبادل ارزی اروپا طراحی کرده بود تا ارزش پول کشورهای اروپایی در برابر هم تا حد ممکن ثابت بماند. ولی سوروس می گفت که قیمت واقعی پوند بریتانیا پایین تر از این میزانی است که در مکانیزم جدید تعریف شده
و دو راه پیش روی خزانه‌داری انگلیس گذاشت. یا از مکانیزم تبادل ارزی اروپا خارج شود یا قیمت پوند را پایین‌تر بیاورد. انگلیس‌ها به این پیشنهاد، یا بهتر بگوییم تهدید، تن ندادند. وقتی به علت تورم ارزش پول ملی انگلیس پایین آمد، خزانه‌داری دستور داد مقدار زیادی پوند خریداری شود تا به ارزش پوند کمک شود. سوروس که منتظر همین فرصت بود، ناگهان از کمین بیرون پرید. The government faced one of the biggest financial crises in history. It was incredible. You can hear wave after wave of selling hitting the market. It was a day when the Bank of England lost billions and speculators made fortunes. It was in excess of $1 billion of profits. روز 24 شهریور 1371 سوروس ناگهان حجم عظیمی از پوندی را که در اختیار داشت در بازار و به قیمتی پایین‌تر از قیمتی که دولت انگلیس در حال خریدن پوند بود فروخت. روز بعد وقتی بازار مالی انگلیس روز کاری را شروع کرد، متوجه فاجعه شدند. سرانجام جنگ اقتصادی بین سوروس و دولت انگلیس به پایان رسید. خزانه‌دار اعظم نورمن لمونت اعلام کرد که بریتانیا از مکانیزم تبادل ارزی اروپا بیرون خواهد آمد. Today has been an extremely difficult and turbulent day. Massive speculative flows continue to disrupt the functioning exchange rate mechanism. The government has concluded that Britain's best interests are served by suspending our membership of the exchange rate mechanism. وقتی سوروس به این راحتی تعیین می‌کرد که کشوری مثل انگلیس در مکانیزم پولی اروپا بماند یا نه، تعیین سرنوشت کشورهای مثل اوکراین، گرجستان، قرقیزستان و و کار پیچیده ای نبود. در ایران و در آستانه انتخابات، نیروهای امنیتی از فعالیت‌های بنیاد سوروس اطلاع داشتند و سایه یک انقلاب رنگی جدید را حس می‌کردند. محمد جواد ظریف به درستی به این وضعیت مشکوک پی برده بود و طی مصاحبه با پرس تیوی شبکه دولتی انگلیسی زبان ایران هشدار داده بود. آمریکا در حال طراحی یک کودتای مخملی در ایران است. اما نظرسنجی ها همزمان از اختلاف زیاد رئیس جمهور با رقبای دیگر خبر می داد. نظرسنجی ایسپا درصد آرای احمدی نژاد را به 46.9% نشان می داد. در مقابل آرای موسوی 15.7% و آرای کروبی 1.4% بود. نظرسنجی صدا و سیما نیز آرای احمدی نژاد در سراسر کشور را 52.8% نشان می‌داد. در برابر آرای موسوی 18.7% و آرای کروبی 2.6% بود. این موقعیت به خاطر تفاوت غیرمنتظره موقعیت احمدی نژاد با همه رؤسای جمهور قبلی بود. بعد از پایان جنگ، دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی یا از نظر سیاست یا از نظر خواستگاه و هواداران به طیف طبقات متوسط به بالای جامعه نزدیک بودند. هاشمی مدیرانی را در رأس امور گذاشته بود که از متنفس‌ترین و مقتدرین چهره‌های اقتصاد کشور شدند. با تجار و بازرگانان بزرگ روابط نزدیک برقرار کردند. اعتراض مردم محروم و حاشیه نشین در تهران و استان‌های دیگر شنیده نمی‌شد. همچنین تورم بی‌سابقه‌ای در کشور حاکم بود و نارضایتی‌های گسترده‌ای از نظر اقتصادی در میان اقشار مختلف به وجود آمده بود. در نهایت و در پایان دو دوره ریاست جمهوری هاشمی، در انتخابات سال 1376 استقبال مردم به ناطق نوری به عنوان کاندیدای همفکر هاشمی بسیار اندک بود. یک کسی به من گفتش که این چهره شما رو خارج از کشور خیلی خراب کردن، تند و خشن و اینطوری ها. خوبه یه خود ملایم، گاهی تو بعضی از مواضع یه خود کوتاه بیای، برای اینکه اونها هم خیلی نگران نباشن. گفتم یعنی چی؟ اینو گوش بدین، از مواضع کوتاه بیایم یعنی چی؟ اما از نظر مواضع ما اصولگراییم، یک قدم یک سانت از مواضعمون کوتاه نمیاد. تا
در دوران محمد خاتمی مسئله اصلی کشور ناگهان به مسئله آزادی‌های سیاسی تبدیل شد و با مشارکت جوانان فضای کشور تقریبا برای نخستین بار بعد از انقلاب در اختیار آرمان‌های طبقه متوسط به بالای شهری قرار گرفت. طبقه‌ای که دغدغه اقتصادی نداشت و بیشتر می‌خواست تا جامعه‌ای در ایران بنا کند که هرچه بیشتر با استانداردهای غربی شباهت داشته باشد. باید هم از تجربه و هم از علم جناب آقای کشاورزی و ایشون از تجربه و علم دیگر آقای کلانتری مدیران اقتصاد خاتمی هم همون مدیران هاشمی بودند که نشان میداد جنبش اصلاحات اساساً ادامه سیاست‌های هاشمی رفسنجانی بود و برای همین بود در پایان دوران خاتمی وقتی این جوانان از شور شعارهای دانشجوی خارج شده و در انتظار شغل و کار بودند سرخوردگی بخش عمده ای از فضای دانشجویی را در بر گرفت. چی میگه؟ بله، عده‌ای از دوستان هم در میان سالن نظرشون ابراز میکنه. نمیفهم چی میگه. یه نفرتون بگی بفهمم چی میگی. نه، الان روم به طرف شماست، گوش بدید. مسائل دموکراتیکه، این چه وضعیه که شما انجام میدید؟ چند نفرید که هو میکنید؟ آقا کاری نکنید بگم بیرونتون کنن. آدم باشید. اگر بنای طلبکاری باشد من طلبکارم. اگر همه اصلاح طلبان بدون احساسات با شعارهای آغازین حرکت اصلاحگری حرکت می کردن و با طرح مرتب عبور و مرور ترافیک را سنگین نمی کردن قطعا امروز وضعی بهتر از این داشتیم. اما احمدی نژاد اولین کسی بود که توانسته بود خود را همچون رئیس جمهور طبقات فرودست و با شعارهای عدالت خواهانه معرفی کند. او طیفی از مدیران را بر سر کار آورد که قبلا مردم آنان را نمی شناختند. برخی از متنفذین اقتصادی و بازرگانی که در طی دولت‌های هاشمی و خاتمی روابط خوبی به هم زده بودند در این دوران جدید احساس خطر کردند و با همه قوا به جنگ رسانه‌ای و اقتصادی علیه او آمدند. در گوشتند تو اصلاحات باید انجام بشود تا سرمایه‌های مردم اعتماد کنند و وارد بورس بشند. 27 بهمن 87 وقتی مردم یزد به استقبال از احمدی نژاد اجتماع عظیمی را شکل دادند، سایت یاری نیوز این مردم را لشکر قابلمه به دستی نامید که از سر گرسنگی برای خوردن صبحانه و نهار و شام به استقبال احمدی نژاد آمده بودند. در اقدام دیگری در اواخر فروردین 88 در واقع جنجال سیب زمینی باز هم همین لحن تحقیرآمیز نسبت به عامه مردم ایران تکرار شد. در اواخر زمستان 87 انبارهای کشور 300 هزار تن سیب زمینی داشت. دولت بخشی را که توانست حراج کرد و مابقی را بین نیازمندان توزیع کرد. اما همین باعث جنجالی بزرگ از سوی کمپین‌های رقیب شد. این کمپین‌ها طبقات فقیر جامعه و حامیان احمدی نژاد را سیب زمینی خور نامیدند. رسانه‌های خارجی هم با این شعار همراه شدند. روزنامه گاردین انگلستان در 24 اردیبهشت 88 در طی مقاله‌ای با عنوان سیب زمینی‌های خشم اظهار کرد که دولت با توزیع سیب زمینی رأی خریده است. 7 خرداد شبکه رازگرای فاکس نیوز نیز همین مدعیات را تکرار کرد. هافینگتون پست چپگرا هم بازتاب مشابهی به جنجال سیب زمینی داد. That young woman manages to get onto the hood of the car and she eventually confronts Ahmadinejad face to face. در مورد احمدی‌نژاد همه رسانه‌های راست و چپ در بدنی اصلی رسانه‌ای جهان اختلافات را کنار گذاشته و متحد شده بودند و لحن بالا به پایین کمپین رقیبان او را درباره عامه رای دهندگان تکرار می‌کردند. This is the leader of Iran. به جز تب انتخابات، تب فوتبال هم همچنان ادامه داشت. با وجود شکست ایران در برابر عربستان هنوز امیدی برای صعود تیم ملی به جام جهانی بود. دوم اردیبهشت فدراسیون فوتبال سرمربی جدید را معرفی کرده بود.
افشین قطبی. اما شرایط بسیار آشفته بود. وزارت ورزش نشستی با حضور مسئولین رسانه‌های نوشتاری برگزار کرد. هدف از این نشست ایجاد حمایت همه جانبه و یک پارچه از تیم ملی بود. اما تفرقه خبر از این داشت که تیم ملی روزهای خوبی را در پیش رو ندارد. داستان تیم ملی در اردیبهشت آن سال به داستان سیاست و گروه‌های سیاسی بی‌شباهت نبود. 15 اردیبهشت ثبت نام متقاضیان نامزدی ریاست جمهوری در وزارت کشور آغاز شد. وظیفه من اعلام آمادگی برای خدمت است. آمدم تا با تنش زدائی و تعامل سازنده روابط بهتری میان کشورمان ایران و جهان برقرار کنم. ما آمدیم یک انتخابات آزادی بدون دخالت بسیج باشه، بدون دخالت نیروی مسلح یا نیروی خودسرحرک. در حالی که فضای حملات تبلیغاتی در دوران پس از ثبت نام شدیدتر می شد، خبری باعث شد که برای مدت کوتاه این حملات متوقف شود. روز 27 اردیبهشت آیت الله محمد تقی بهجت از مراجع تقلید و از شخصیت‌های معنوی کم نظیر در دوران ما درگذشت. او که شخصیتی مورد احترام همه گروه‌ها و جناح‌ها بود، به عنوان یکی از بزرگان اخلاق و عرفان شناخته می‌شد و در گذشت ناگهانی او جامعه را برای مدتی شوکه کرد. اما 30 اردیبهشت وقتی شورای نگهبان اسامی نامزدهای نهایی تایید صلاحیت شده را اعلام کرد، فضای جامعه دوباره به حالت قبل برگشت. نامزدهای تایید صلاحیت شده بین دو اردوی اصولگرایی و اصلاح طلبی برابر بود. محمود احمدی نژاد و محسن رضایی نزدیک به پایگاه اصولگرایی بودند و میرحسین موسوی و مهدی کروبی نزدیک به پایگاه اصلاح طلبی. به هر حال ما در طول چند روز گذشته اولین بارم بود هرچی سواد مهندسی خود ما داشتیم شخصا به کار گرفتیم. 3 اردیبهشت 88 وقتی نمایندگان 4 کاندیدا برای قرعه کشی برنامه‌های انتخاباتی خود در رادیو و تلویزیون به صدا و سیما رفتند، گوی زرد برای کروبی، گوی قرمز برای احمدی نژاد، گوی آبی برای رضایی، اما به شکل عجیبی نماینده موسوی گوی سبز را در قرعه کشی به دست آورد. به نظر می رسید این قرعه کشی عجیب همچون فالی پیشگویانه بر وقایع آینده کشور سایه انداخته است. حالا مردم در انتظار مناظره ها بودند.